قل و زنجیره در خدمت مردم و رهایی مردمه، و اسلامی که به عکس مردم برای اون هستند و همان برای نظام هستند. خب دو دنیای کاملا متفاوت، دو اسلام کاملا 180 درجه متفاوت. خب آیه حیاتی، پیامبر اومد که مردم رو هدایت بکنه، آیا این هدایت اجباری بود و یا چنان که آخوندها تلاش میکنن همیشه مردم رو به اجبار به اون چه که اسمش رو دین میگذارن بهشون تحمیل بکنن؟ ببینید، همطوری که در سوال اول جواب دادم، وقتی میگه اسلام برای مردم هست، برای رهایی مردم، دیگه نمیتونه اجباری باشه. که اون اسلام اجباری که میخواد زیر پرده اون استبداد خودش حاکم کنه. و اینو به تو میگم، با صراحت در قرآن اومده که ای پیامبر، تو باید مردم رو هدایت کنی، تو ارزش های واقعی رو به مردم باید بگی، راهنمایی کنی، ولی ببین، انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. پیامبر، تو فقط یادآوری کننده هستی، تو فقط تبلیغ میکنی این رو، و بدون هرگز هرگز لست علیهم بمسیطر، تو تسلطی برشون نداری. ببین، به این وضوح در آیات قرآن هست که چی در خدمت چی هست. من میشه اسلام اجباری باشه؟ اسلامی که در خدمت مردمه. از این سریعتر فکر من در جایی مطرح شده باشه. خمینی: اگر همه مردم بگویند آری و من بگویم نه، باید به حکم من گردن بگذارند. خامنه ای: مردم چه حقی دارند که به قانون اساسی رأی بدهند؟ خزعلی: مردم چه کارند؟ قرویان: حکومت مال مردم نیست. آذری قومی: ولی فقیه میتواند حتی حکم تعطیل توحید را هم صادر کند. شب یلدای بشر را سحری میبایست، شب یلدای بشر را سحری میبایست، ظلمت و خون و خطر را شرری میبایست، دل تنهای بشر را، چشم انداز سفر را، افق خالی و تاریک جهان را، شمس تابانی، نوری، قمری میبایست. کاروان بشری را از دل سخت گذار ره خونین تکامل گذری می بایست. بی بشارت چه زمین بی کس بود، بی نوید تو یقین دارم من، دل بیدار خدا بهر زمین، دل بیدار خدا بهر زمین، و چه دل واپس بود. خب بینندگان عزیز، صحبتمون رو درباره تفاوت دو اسلام ادامه میدیم. سوال بعدی که از شما دارم آقای حیاتی اینه که در جامعه و در برخورد با مسائل اجتماعی چه تفاوتی در رویکرد اسلام حقیقی با اسلام بنیادگرا و ارتجاعی هستش؟ بله، ببینید، همونطور که گفتم، وقتی اسلام برای رهایی، برای عدالت، در خدمت مردم هست، برای باز کردن قل و زنجیرها هست، این یک اسلامه. خب تو این اسلام دیگه فرق بین یهودی و ادیان مختلف و اقوام وجود نداره. با صراحت پیامبر میگه و قرآن هم مطرح میکنه که تفاوتی بین زن، مرد، پیر، جوان، انسان‌های حتی کنیز، برده، هیچ تفاوتی نیست. انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ببینید، فرقی بین قبائل، بین ادیان، بین هیچ چیزی نیست. اون کسی گرامی‌تره
که متقی‌تر و پرهیزکارتر و خویشتن‌دارتر باشه، از خودش مایه بذاره برای خدمت به مردم. خود پیامبر فرمود امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به تبلیغ رسالته. یعنی دو تا امر کرده خدا بهش، یکی به مدارا کردن به مردم، رأفت و رحمت به مردم، یکی تبلیغ تمام این ارزش ها. میگه این دوتا هم وزنن، هم پرازن. اولا کدوم مطرح میکنه؟ امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به تبلیغ رسالت. پس اینکه شما میگین دین چیه؟ بله، دین در خدمت مردم، برای مردم. بلاد اجتماعی زن و مرد مساوی هستند. همون موقع در همون صدر اسلام مسیحی ها در مدینه در همون مسجد پیامبر عبادتشون رو میکردن راحت. یا در طول تاریخ ما میبینیم که امام صادق علیه السلام با کسانی که اصلا به دین اعتقاد داشتن، معروفه ابوالعلا معری، همونجا میشن با هم مذاکره مصاحبه میکردن. نه اینکه بیان صفبندی بکنن، فرقه گرایی بکنن. برای چی؟ برای اعمال حاکمیت. باز اجازه بدید من یک نمونه مشخص براتون بگم. بله. میگین تفاوتش چی است؟ ببینید من اینا رو میگم تا اینکه خوب روشن بشه که این دجالگرهایی که به نام دین به خدای لا شریک الله ذره ای به دین اعتقاد ندارن، گرچه مدعی دینن. ببینید جنگ بدر بود، کفار اومده بودن با هزار نفر که مسلمان ها رو قتل عام بکنن و تمومش بکنن، ولی شکست خوردن. 70 نفر حدودن به اسارت مسلمان در آمدن. فکر میکنید پیامبر با این اسرایی که اومده بودن قتل عام کنن، نابود کنن اسلام رو، چیکار کرد؟ اومد گفت بهشون کدومتون سواد داریم؟ بیاین فرزندان ما رو آموزش بدین آزاد میشین. شما نگاه کنید از اسیری که دین محمد هم قبول نداره برای نابودی این دین هم اومده میخواد که فرزندانه آموزش بده. شما ببینید در رژیم خمینی چیه؟ تحت عنوان لیبرال و هر مارکی که میزنن اختلاف عقیده از دانشگاه بیرون میکنن استاد رو. خب ببینید برخورد پیامبر با اسیر اینه. حالا برخورد این رژیم رو با ادیان مختلف شما نگاه کنید، حتی برخوردش با یهودی ها، با ادیان مختلف، حتی با سنی ها. اتفاقا میخواستم همین سوال که مسلمونن ولی در قل و غم نما یه کوتاه اومده به نام تو عراق این ور اون ور اصلا کاری میکنه که اینا تمام ساختمون ها خونه ها همه رو نابود میکنه که اینا مجبور به کوچ اجباری بکنه. چون گناهشون چیه؟ سنی هستن. این نمونه هایی که میگین بسیار نمونه های خوبیه، چون به طور مادی ما در اسلامی که این حاکمیت آخوندی الان در ایران حاکم هستش، حتی شاهد سرکوب مسلمانان شیعه مذهب و حتی سنی مذهب و همه نوع مسلمان های دیگه مثل دراویش هستیم. خمینی بدترین دشمنانش میدونی کیا هستن؟ اتفاقا مسلمانان شیعه. ادیان که جای خودشو داره. چرا؟ برای اینکه مسلمان شیعه به خصوص مجاهدین کارشون چیه؟ دست این دجال ها رو رو میکنن. چه کسانی بهتر از مجاهدین و مسلمان شیعه بتونن بگن که این نه مسلمان نه شیعه است؟ تو خودشون ثابت دعای هستن دیگه. به همین دلیل خمینی رسما اعلام کرد که دشمن ترین دشمنان من کیا هستن؟ مجاهدین. همین مجاهدین. درست بعد از سخنرانی برادر مسعود در امجدی 2 هفته بعدش در 4 تیر 59 وقتی از ترسش از زیج در اومد که بتونه مذاکره بکنه، صحبتی بکنه، واکنشی نشون بده به سخنرانی برادر مسعود و امجدیه، چی گفت؟ گفت ببین آهای دشمن نه آمریکاست، نه شرق، نه غرب، همین میخو گوش ماست. چرا؟ برای اینکه ما نشون دادیم دو اسلام، به خصوص این اسلام با مردم، با ادیان، با زنان، با مردان چه میکنه و خمینی چه میکنه. آیا تو بگین که خود پیامبر چه روی کردی داشتن مثلا با ادیان مختلف؟ پیامبر از روز اول برای آزادی،
و رهایی و عدالت اومده، دیگه اجباری توش نیست، استقبال میکرد. گفتم بهتون که چطور تو مسجد پیامبر مسیحا عبادتشون میکردن، عبادتشون رو تو مسجد بکنن، بله تو همونجا کاری باشون نداشت، راهش رو باز میکرد، رسما اعلام کرد امرنی ربی به مدارات الناس. ببینید این آیه صریحه، به پیامبر میگه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رحمت برای کی؟ نه برای مسلمونا، برای عالمین. این قرآن پیامبر اوورد، چه قرآنی است؟ رسما مگه اعلام نمیکنه لا اکراه فی الدین؟ شما بس اجبار و اکراه میکنید دیگه، از این واضح تر با در دین هیچ اجبار و اکراه به هیچ قد تبعین روش و الغی. ببینید گمراهی ارزش های مختلف، ادیان مختلف، گرایشات مختلف مشخصه تو عمل، تو عمل اجتماعی مشخصه کدوم درسته کدوم غلط، خودشون انتخاب میکنن. دامنه عفو و رحمت پیامبر خدا چنان بود که در تمام سختی ها، حتی موقعی که در شهر طائف از هر سو به سمتش سنگ و کلوخ پرتاب می کردند، بارها این دعا را تکرار می کرد: خدایا جفاهای این قوم بر مرا ببخش، چرا که نمی دانم. حضرت محمد همواره می گفت: من برای لعن کردن نیامدم، بلکه برای رحمت برانگیخته شدم. این سخن از پیامبر معروف است که می گفت: به ساکنان زمین مهر و محبت بورزید تا خدای آسمان ها بر شما رحمت بورزد. پیامبر وقتی دید که برخی پیروانش به مقدسات کسانی که خدا پرست نیستند توهین می کنند، جلوی آنها را گرفت و از خدا برایشان نقل کرد که نباید به آنان که جز الله خدای دیگری را عبادت می کنند دشنام دهید، تا آنان هم از سر نادانی خدا را دشنام دهند. این چنین برای هر قوم و ملتی کردارشان را آراستیم، پس بازگشت همه به خداوند است تا خداگاهشان کند که به چه اعمالی دست زدند. یک بار که پیامبر دید یارانش شماری از کفار را با زنجیر بسته و می آورند، برافروخته شد و گفت: آدم را که با زنجیر به بهشت دعوت نمی کنند. و فرمان داد تا زنجیرها را باز و آنها را رها کنند. وقتی پیامبر فرماندهانش را به جنگ می فرستاد، به آنان سفارش اکید می کرد که بی گناهان، کودکان، زنان، پیران، راهبان و دیرنشینان را نکشید، مزارع را آتش نزنید و هرگز آب دشمن را با زهر آلوده نکنید. خب می‌خواستم الان سوال کنم که در مورد رفتار اسلام با زنان چطور؟ چون زنان تو ایران بیشترین سرکوب ها رو از این حاکمیت دارن میبینن. به این 14 قرن پیش آدم میفهمه که اسلام و پیامبر عزیزمون این رحمت عالم، اون روزی که زنان و دختران رو زنده به گور میکردن، حقی واسه زنان قائل نبودن، میفروختن اونها رو، ممنوع کرد زنده به گور کردن و فروختن زنان رو. حتی پیامبر فرمود مبادا اتهام بزنید به زنان، ممنوع کرد و گفت انسان‌های راستین، شخصیت‌های برجسته، انسان‌های نیکوکار، اونها هستن که به زنان احترام می‌ذارن و بدترین انسان‌ها اونها هستن که به زنان متهم می‌کنن، تهمت می‌زنن. برای زنان حق مالکیت قائل شد، ارث ببره، مالک باشه، حق شهادت بهش داد. صریحاً در آیه قرآن هست که زنان میتونن رهبر هم باشن. رسمه آیه قرآن المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. چه مؤمنین، چه زنان مؤمن، چه مردان مؤمن، بعضشون اولیای بعض میتونن باشن.
یعنی زنان در جای رهبری نشوند. خب این کجا و برخورد خمینی با زنان چی؟ جنگ خمینی با شاه چی بود؟ میگفت چرا میگی زنان بیان تو ادارات؟ پای هر زنی که به هر اداره وارد بشه به فساد میکشه. درست این جمله پیامبر دربارش، بدترین انسان ها اونا هستن که به زنان تهمت میزنند. شاخص ضد دین، ضد دین پیامبر همین خمینی و مرام خمینی هست. تو تمام مبارزات خمینی با شاه رو این مسئله استواره. زنان انقلاب ضد سلطنتی شد و خمینی سر کار. یک ماه نگذشت در 11 اسفند، 13 اسفند، 19 اسفند اولین حکم، اولین ابلاغیه، اولین اطلاع خمینی رو چیه؟ محروم کردن زنان، حجاب اجباری. اصلا اولین کارش این بود. این کجا و اینکه رسما در قرآن پیامبر چی میگه؟ ما شما از زن مرد آفریدیم، هیچ فرقی وجود نداره مگر به تقوا. میدونید که پیامبر در سال 10 هجری رحلت کردن و قبل از رحلتشون آخرین حج رو به عنوان حجۃ الوداع داشتن. شما ببینید نطق پیامبر، خطبه های پیامبر در حجۃ الوداع چی هست؟ یکی از مهمترین قسمت هاست حقوق زنان هست. به حقوق زنان توجه بکنید، مبادا ظلم کنیم به زنان، مبادا حقشون نادیده بگیریم. یعنی آخرین خطبه ها و آخرین توصیه های پیامبر به مردم در آخرین حج متمرکز روی حقوق زنان و آزادی زنان و احترام به زنان است. این رابطه این خمینی و برخوردش با زنان نم اسلام محمدی و راتش با. با قرص روی ماهت دل را حکایتی هست، از عشق و شور و مستی شیرین روایتی هست. در پرده های خلوت بنشست دل به حسرت، در دید دائم از هجر عشق شکایتی هست. ماهی که در شبانه است دل گوید این رخ توست، مهری که زرفشانه است از رویت آیتی هست. چون با خیال رویت تنها نشینم ای خوب، حاشا اگر بر این شور حد و نهایتی هست. ما بین دیده و دل بر عشق توست سبقت، این را حسادتی هست وان را سعایتی هست. نادیده روی خوبت انسان دل از کفم رفت، در هجر بر محبت حق رعایتی هست. ناخوانده گر تو خواندی نادیده دل سپردیم، بر راه و رسمت ای جان ما را درایتی هست. ای والی خلایق گامی بنه بر این دل، کین سینه بحر عشقت خردک ولایتی هست.